بله خدمت شما عرض کنم، حالا این یک نمونه بود که به هر حال این تعاملات روحی و معنوی رو و مشترکات فرهنگی رو ما داریم با این انقلابیون و خب با این فضای مجازی میتونیم اینها رو به فضای خودمون بیاریم. یکی از دوستان حالا تعبیر قشنگی به کار میبودن، میگفتن ما انقلاب رو همش رو صادر کردیم برای بیرون، حالا وقتی که واردات داشته باشیم. گاهی اوقات تأثیرات انقلاب اسلامی رو بر مردم انقلاب منطقه برگردونیم به فرهنگ خودمون و جوانان ببینن که واقعا این تفکر اسلام ناب چطور داره این تحولات فکری و فرهنگی رو مدیریت میکنه. دیدید که خب دعای افتتاح رو خوندن و اون در گفت در هفته وحدت دست همدیگه رو بگیرید و عقد اخوت رو بین شیعه و سنی در مردم بحرین در اون میدان لؤلؤه خوندن. واقعا اینا آدم افتخار میکنه اینها رو ببینه و این فضای مجازی به هر حال این فرصت این تبادل فرهنگی رو داره. من نکته ای رو به نظرم رسید که خدمت عزیزان عرض بکنم، اینی که ما گاهی اوقات اون حالت گذشته خودمون به تعبیر ما طلبهات و اصول فقه استصحاب میکنیم. یعنی اون حالت گذشته خودمون هنوز تو اون فضای سابق هستیم. اون رو به روزرسانی باید برای مدیریت این فضاها داشته باشیم. به چه معنا؟ ببینید خب در یک دوره صحیح شبکه‌های اجتماعی در دست دشمن بود در فضای داخلی خودمون و اونا مدیریت میکردن، ولی بعد از این شوکی که به جامعه وارد شد نیروهای انقلابی بسیجی خوشفکر وارد میدان شدن، الان حضور جدی دارن تو این عرصه. خب ما اینها رو باید مدیریت بکنیم، باید سازماندهی بکنیم. ما نه تنها این برنامه رو نداریم، با همین نگاه منفی که متاسفانه تو جامعه جا خودش رو باز کرده، ما به نوعی به دیده مجرمانه داریم به اینها نگاه میکنیم. من نمونه‌ای خدمت شما عرض بکنم. دوستی داشتیم از یکی از شهرستان‌ها به من میگفت که بعضی از جوانهای اینجا موقع استخدام و بعضشون میپرسن توی مصاحبه و گزینش و شما در فیسبوک صفحه دارید یا ندارید، اگر داشته باشن بعضیشون حذف شدن به این خاطر. خب این نگاه مجرمانه است به این فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی، در حالی که ما می‌بینیم خب الان تو شبکه‌های اجتماعی دفاتر برخی از مراجع حضور دارن، مبلغان درجه یک، حالا من اسم نمیارم چون این هنوز این نگاه وجود داره، بعضی از شخصیت‌های درجه یک تبلیغی و دینی ما حضور دارن، جنبش‌های اسلامی معاصر که برای ما معتبر هستن، حزب الله لبنان، صفحات رسمی غیر رسمی حماس، جهاد اسلامی، مجاهدان لبنانی حضور دارن و به شدت دارن فعالیت میکنن، کار فرهنگی خودشون رو دارن پیش میبرن، تاثیرگذاری خودشون رو دارن. حتی بعضی نمایندگان مجلس خودمون، مجلس شورای اسلامی الان صفحه رسمی دارن. من حالا میگم اسم نمیخوام ببرم، ولی خب این نشون دهنده که به هر حال حضور دارن. نمیشه همه اینها رو مجرم دانست، بالاخره باید مسئله رو یه جوری ما حل بکنیم. و آمار نیروهای انقلابی و متدین روز به روز قابل افزایش پیدا میکنه به شکل تصاعدی و اینها در حد توان خودشون، در حد استعداد خودشون دارن کار میکنن. این نیازمند یک برنامه ریزی جدید و جدی داریم تو این مسئله که در حقیقت بحث رو پی بگیریم. به اعتقاد من ما چون داریم در حقیقت مطالبه میکنیم از عزیزان که در کار ستادی خودشون یک بازنگری بکنن، به اعتقاد من فضای کار ستادی و قرارگاهی و ستاد جنگ نرم باید این ویژگی ها رو داشته باشه که ما دوست داریم عزیزان با بازنگری که تو کارشون دارن نسبت به شبکه های اجتماعی با این ظرفیت بالایی که دارن این اقدامات رو انجام بدن، خط مقدم رو خوب شناسایی بکنن، خوب رصد بکنن، لحظه به لحظه به روز باشن، نیازهاش رو بشناسن، حالت موجود رو، نیروهای خودمون که دارن اونجا فعالیت میکنن آمار دقیقی ازشون داشته باشن، دشمن رو لحظه به لحظه زیر نظر داشته باشن، برنامه‌های اونها رو رصد بکنن. خدمت شما عرض بکنم برای آفن و پدافن برنامه ریزی بکنن. بالاخره ما داریم جنگ رو مدیریت میخوایم بکنیم، برای ما باید برنامه عملیات تهاجمی داشته باشیم، تعریف بکنیم برای روز قدس ما این 10 تا پروژه 20 تا پروژه کلان رو باید انجام بدیم و اینها رو کی باید انجام بده، اینا مشخص بشه، به اندازه نیاز فراخوان نیرو بدن. نه تنها ما مجرم ندونیم کسانی که دارن مبارزه میکنن، ما نیرو جذب بکنیم، تربیت بکنیم برای این فضا، سازماندهیشون بکنیم، کار بهشون بسپاریم.
نیروها رو آموزش بدن، این نیروها رو که فرستادن پشتیبانی لوجستیک بکنن، ستاد جنگ باید این کار رو انجام بده دیگه. ما توقعمون از مجموعه هایی که مدیریت رسانه های دیجیتال رو به عهده دارن اینه که نسبت به این فضا به شکل جدی و یک بازنگری اساسی بکنن. اما با توجه به اون نکته ای که من حالا صحبتم اینجا دیگه تقریبا تمام میشه، حرفم رو زدم، جنبندی بکنم، پیشنهاد بنده اینه با توجه به نیازی که حس کردم و در این صحنه خدا توفیق داده حضوری داشتیم، احساس من اینه که ما تو عرصه های کلان سایت ها، حالا توی تقسیم بندی میشه سایت ها رو به سایت های خرد و کلان تقسیم کرد. سایت های کلان با تعریفی حالا جعل واژه‌ای که من کردم، یعنی سایت هایی که به طور مثال میزبان وبلاگ ها هستن، شبکه های اجتماعی، سایت های از این دست که کاربرهای بسیار زیادی دارن، ما تو اینها با فیلتر کلی نمیتونیم کار رو از پیش ببریم. پیشنهاد بنده اینه ما همچنین که نسبت با ویکی‌پدیا یک دایره المعارف آزاده، اومدیم با فیلترینگ بخشی و جزئی رو اومدیم تعامل کردیم. صفحاتی که ضد اخلاقی هستن، اون مصادیق مجرمانه‌ای که در قانون به هر حال جرم‌های رایانه‌ای اومده، اونها رو اومدیم فیلتر کردیم. تو شبکه اجتماعی هم همین کار رو انجام بدیم. بله خب زحمتش بیشتره، کارش بیشتره. ما اینجوری راحت‌تر هستیم که بیایم مثلا وردپرس رو، مکتوب بلاگ رو تو فضای عربی، وردپرس رو تو فضای انگلیسی کلاً فیلتر بکنیم و کلی از دوستان خودمون که ما باهاش تعامل داریم، اینها دیگه از دستشون این در حقیقت ابزار تعاملمون بسته میشه. ولی بخوایم این کار رو انجام بدیم یک زحمت بیشتری داره، ولی کار منطقی تره. من این پیشنهاد رو خدمت عزیزان دارم، ولی مطالبه ما اینه که به هر حال این فضا رو نمیشه چشم پوشی کرد و آرام از کنارش بی توجه گذاشت. باید بازنگری جدی روش داشته باشیم. ببخشید از اینکه طول میشه. جناب صاحب، این فاصله رو، این گپی که الان ایجاد شده، اینو باید یه جوری نزدیک، خود شما به هر فعال رسانه‌ای هستید، اینکه هم مسئولیت دارید تو وزارت ارشاد، خودتون یعنی به سادگی میشه گفت شما این ور میز هم هستید، خودتون دغدغه دارید که برای انقلاب اسلامی نیاز به ابزار دائم جدید داره برای این جنگ نرم. این نمیشه انکارش کرد، این یک واقعیتی هستش. خب این دوستان همه فعال رسانه‌ای هستند و منتقدن و بسیار جدی دارن. اولا که بیشتر و بیشتر باید این بحث رو باز بشه، چون تو یک صحنه هست، یک مسابقه است. به زودی اون کشورهایی که دارن آزاد میشن نیاز به پشتیبانی ایران دارن، ارتباط دارن و اینا، خیلیش نیاز به ارتباطات آلترناتیو داره، یعنی غیر از رسانه‌های اصلی و مینستریم. این ارتباطات، این الان یک در واقع شاهرایی است که درست اونو ساختنش ولی قابل استفاده است. یعنی ما میتونیم مگه اونا سینما رو نساختن، ما استفاده داریم میکنیم. این تا برسیم به یک چیز در واقع از این قوی تر وطنی یا یک تو جهان اسلامی به اون روز برسیم. تا اون زمان از این اتوبان بود استفاده کرد برای گفتن حق و مقابله و ارتباط. این رو این ارگان ها معمولا کندن، توی بروز نمیشن، به این سادگی بروز نمیشن و نیاز داره به این اتاق فکر برای چیه و رسانه برای چیه، برای این برملا بشه، گفته بشه، حالا افراد دیگه وارد بحث بشن، برنامه بعدی باشه، برنامه دیگه شبکه ها تو این عرصه وارد بشن. به نظر شما این فاصله رو باید با چی کار کرد؟ با چطور برسیم به روز بشیم؟ خب من فکر می‌کنم بحث های قشنگی مطرح شد. این بحث ها خب بخشیش شاید دوستانی هم که مطرح میکنن جوابش رو خودشون بدونن، ولی خب خوبه برای اینکه جامعه فرصتی هست که بهتر مرور بشه این مباحث و شفافتر بشه. نکنید مطرح شد که ما از این فضا باید استفاده کنیم. بنده خودم همین بحث رو در واقع تاکید دارم روش که ما بایستی فرصت‌های مربوط فضای رسانه‌های دیجیتال رو به صورت جدی احصا کنیم، بررسی کنیم و براش برنامه ریزی کنیم. که این کار در تا حد ممکن داره انجام میشه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکز توسعه فناوری اطلاع رسانه‌های دیجیتال. نکته این هست که در حد یک ارگان اولا این نیست، این یک فضا هست. ما باید اول آشنا بشیم این یک فضا هست، یک رسانه فقط نیست، یک فضا هست. در یک فضا شما زندگی میکنید، در اون فضا تمام تقریبا نیازهایی که شما در زندگی عادیتون دارید در این فضا داره
اتفاق میفته. به همین دلیل اومده اسمش شده چی؟ جامعه مجازی. خب جامعه مجازی پس باید مطابق جامعه در واقع یک اصول و قواعدی هم داشته باشه. اصول و قواعدش پس چگونه باید باشه؟ آیا باید دشمن برای ما تعیین بکنه اصول قواعد بازی و کار رو؟ آیا او باید دائم پهن بکنه زمین بازی رو و ما توی اون زمین بازی بکنیم؟ قطعاً ما بایستی برای اینکه از این فرصت بتونیم استفاده کنیم برنامه ریزی کنیم، ولی لازمش این نیست که حتما در زمین دشمن همه بیایم بازی کنیم. چون یه جنگ رو در نظر بگیرید، تو اون جنگ یک زمین خودی وجود داره، یک زمین در واقع دشمن وجود داره. شما تو زمین خودی بالاخره قواعدی داره، ضوابطی داره، کار میکنه که زمین دشمن به همین شکل. تو زمین دشمن قواعد کار در زمین دشمن متفاوته با زمین خودی است. فرقی یاد بدید، من چون رسیدیم تو یه دور رفتیم کامل، اگه دوستان بخوان وارد بحث بشن، یک موضوع اعتراض دارن یا اینکه پیشنهاد این خواهش میکنم وارد بحث بشه از اینجا. بله. نکنید شما وقتی میخواد تو زمین خودی وارد بشید، زمین دشمن وارد بشید، بایستی شرایط رو بدونید. باید بدانید که در زمین دشمن وارد شدید. وقتی شما یک کماندو میره مثلا عملیاتی رو میخواد انجام بده در زمین دشمن، که حالا مثلا کماندوهای ما میشن مثلا حاج آقای غریب رضا، سرکار خانم شریعت مداری، دوستانمون در مجمع وبلاگ نویسان مسلمان، اینها همه جامعه نیستن، همه نیروهای خودی نیستن. اینا میخوان برن یک عملیات پارتیزانی کماندویی در زمین دشمن انجام بدن. پس قاعدتاً باید ضوابط کار در زمین دشمن رو بدونن و از همه مهمتر همون اول بدونن پیش‌فرض در زمین دشمنن. و زمینش هم زمین هوشمنده، مثل حتی زمین جنگ معمولی نیست. این زمین رد شما قشنگ میماند. میخوام مثال بزنم. شما این لیوان رو در نظر بگیرید، توی این لیوان ممکنه دو سه تا نیرو با هم دیگه درگیر باشند، ولی اون کسی که این لیوان رو طراحی کرده، این آب رو ریخته و داره میبینه توش، قشنگ درگیری اینها رو با هم داره میبینه. میبینه که اینها با هم دیگه دارن چگونه درگیر میشند. هر وقت احساس کنه که این بازی به نفعش پیش نمیره، ممکنه باهاش اقدامات مختلفی انجام بده، تا ممکنه اینکه این زمین رو بزنه به هم و این کل این لیوان رو بریزه دور، آبش رو، و دیوان دیگری یا آب دیگری پر کنه. تقریبا همچی چیزیه. دنیای فضای مجازی، فضای رسانه‌های دیجیتال دنیای شفافی است. مخصوصا اون کسی که طراحیش کرده مکانیزم‌های تحلیل داده رو توش خوب بلده، یعنی حسابشو کرده که این شفاف باشه برای او. شاید برای اون افرادی که تو اونجا با هم درگیرن صحنه شفاف نباشه، ولی برای او کسی که از بیرون این رو طراحی کرده و ضوابط این رو خودش گذاشته، قوانین این لیوان رو، این آب رو خودش وضع کرده و داره رصدش میکنه و در راستای منافعش، قطعا با نیت خیر مثلا آمریکا نمیاد یک شرکتی مثلا مثل فیسبوک برای ما بیاد مثلا یک همچین لیوانی رو شرکتی مثلا درست بکنه که همه مثلا بخوان توش بازی کنن. او منافعی طراحی کرده با نگاه وقف یا با نگاه عامل منفعه که این کار نکرده. پس او میداند، برای او شفافه. شاید برای کسانی که تو اینجا با هم درگیر میشن تا یه حدودی شفاف باشه، تا یه حدودیش هم ندونند. در اونجایی که شفاف هست وظیفه دارن کار خودشون رو انجام بدن. نکته این هست، خب ما اگر میبینیم که چنین موضوعی هست، خودمان برویم یک سری لیوانهایی رو فضای خودی بسازیم. آکواریوم دشمن رو چرا ما بریم توش لزومن همه رو دعوت کنیم در آکواریوم دشمن بازی کنند؟ اصلا شدنی هست؟ این متوجه بین که اصلا شدنی هست؟ خیلی قشنگ. حالا نکته همین اتفاقا یه ارزیابی شما بکنیم، من خواستم همین بحث با اون در حقیقت امکانش و اینکه با بحث استعمار اطلاعاتی خواهم گره بزنیم قضیه رو. غرب تمام نگرانیش این هست که ما چنین اتفاقی رو رقم بزنیم. یعنی تمام نگرانی، شما دیدید دو ماه پیش اوباما رفت در فیسبوک اونجا بازدید کرد و بسیار تقدیر کرد از کسانی که اونجا دارن فعالیت میکنن و گفت که شما باعث افتخار آمریکا هستید.
و در حقیقت حاکمیت خودش رو هم نشون داد روی اون قضیه.